بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا کنه جور و صحتمند باشین. صحتمندی شما را از خداوند متعال خواهانم. خب شاگردان عزیز، ما شما در درس گذشته تعاملات جمعی را ما شما خواندیم و همچنان تجربه در مورد تعاملات جمعی ما شما در روز گذشته ما شما او را انجام دادیم. خدا کنه که مشکلاتتان حل شده باشه و همچنان یک کار خانگی ما شما روز گذشته داده بودیم، خدا کنه که او را حل کرده باشیم. خب شاگردان عزیز، درس امروز ما صنف هفتم، مضمون کیمیا، موضوع درس ما چی است؟ تعاملات احتراقی است. تعاملات چی است؟ تعاملات احتراقی است. خب شاگردان عزیز، هدف از این درس چی است؟ هدف از این درس است که شاگردان باید بدانند که و درک نمایند که تعاملات کیمیاوی، یعنی تعاملات احتراقی، در موجودیت اکسیژن صورت میگیرند. یعنی ما و همه شاگردان باید بدانیم که همین تعاملات احتراقی در موجودیت چی صورت میگیره؟ در موجودیت اکسیژن صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، یعنی شما در خانه های خود، یعنی دیده این که چوب وقتی که در بخاری ما شما او را میاندازیم، میبینیم که چوب چی میشه؟ چوب میسوزه. پس امی سوختن چوب ما شما چی میگیم؟ میگیم که چوب یعنی سوخت، یا یک تعامل چی است؟ یعنی در نتیجه اکسیژن چوب چی میشه؟ چوب میسوزه. که نمی تعامله به نام تعامل چی یاد میکنه؟ به نام تعامل احتراقی یاد میکنه. و همچنان اگر ما شما بگویم که سوختن تیل، سوختن کاغذ، اینا همشون چی است؟ همشون یک تعامل احتراقی است که در موجودیت اکسیژن چی میشه؟ صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، ما میگم که امی تعامل احتراقی یعنی چی؟ پس میگیم که تعامل احتراقی یعنی در اثر تعاملات کیمیایی وقتی که یک مواد در موجودیت اکسیژن میسوزه و در نتیجه آن یعنی حرارت و روشنایی تولید میکنه، اینه ما شما چی میگیم؟ اینه میگیم که تعاملات احتراقی. پس اینال اگر ما اینه برای شما نوشته کنم، بگویم که تعامل احتراقی چی است؟ میگیم عمل متقابل، عمل متقابل مواد ساده یا مغلق، ساده یا مغلق با اکسیژن، با اکسیژن که همیشه با آزاد شدن انرژی و حرارت، صورت میگیرد. این نوع تعامل را، تعاملات را تعامل احتراقی گویند. یعنی گفتیم که عمل متقابل مواد ساده یا مغلق با اکسیژن که همیشه با آزاد شدن انرژی و حرارت صورت میگیرد، این نوع تعاملات را تعامل احتراقی گویند. خب شاگردان عزیز، ما شما اگر کاغذ هم گوگرد میزنیم، در حقیقت می‌بینیم کاغذ می‌سوزد. در نتیجه انرژی و حرارت چی می‌کنه؟ تولید می‌کنه.
و اگر تیل پترول یا تیل دیزل هم بسوزانیم در نتیجه چی است؟ یعنی در موجودات اکسیژن سوخته و بالاخره انرژی و حرارت چی میکنه؟ تولید میکنه. پس به مثل از این دیگر موادهای هم وجود داره که ما شما میتونیم کوره امراه اکسیژن تعامل بتیم و در نتیجه انرژی و حرارت چی کنیم؟ به دست بیاریم. خب شاگردان عزیز، میبینیم که بعض تعاملات است که در موجودات اکسیژن یعنی او اکسیدایز میشه که اینمی عملیه را ما یکی میگیم که عملیه اکسیدیشن بطی و دیگه اکسیدیشن سری. پس طور مثال اگر ما بگویم که سودیم یک فلز است، این هم امرای اکسیژن تعامل میکنه. امرای چی؟ امرای اکسیژن تعامل میکنه، مگر با مثل تیل و کاغذی روشنایی و انرژی و حرارت تولید نمیکنه. پس ما ایره اکسیدیشن چی میگیم؟ اکسیدیشن بطی میگیم. اکسیدیشن چی میگیم؟ اکسیدیشن بطی. طور مثال میگیم اگر ما فلز سودیم ما بگیریم، یعنی سودیم یک فلز بسیار فعال است. سودیم یک فلز چی است؟ فلز فعال است. پس اگر ما این را قطع کنیم، یعنی جلای فلزی از او آشکار میشه، جلای فلزیش که رنگ نقره‌ای داره آشکار میشه. پس اگر به مرور زمان این گذاشته شود، پس اونمو جلای فلزیش، یعنی اونمو جلای فلزی از او از بین میره، چرا که سودیم امرای اکسیژن هوا تعامل میکنه و در روی از او یک طبقه اکساید تشکیل میده که مو جلایش چی میشه؟ از بین میره. پس میگیم که تعامل سودیم امرای چی؟ امرای اکسیژن است، مگر هم تعاملشان یعنی سری نیست، یعنی مثل که ما شما کاغذ بسوزانیم امرای اکسیژن تعامل کنه، اکسیدیشن چی است؟ اکسیدیشن سری است که شدت و قوتش بیشتر است و بالاخره به سرعت زیاد چی میشه؟ او میسوزه و بالاخره انرژی و حرارت چی میکنه؟ تولید میکنه. مگر اکسیدیشن از اینکه از چی است؟ یعنی بطی است، روشنایی، حرارت و انرژی را تولید نمیکنه. پس اینمی تعامل زیام که است با اکسیژن، این تعامل از این چی میگیم؟ تعامل اکسیدیشن میگیم یا تحمض میگیم. فهمیده شد؟ خب این اگر ما قطع کنم، پس ببینین که جلای فلزی از این چی میشه؟ جلای فلزی از این آشکار میشه. ببینین که به رنگ نقره‌ای شما این را میبینین، اینمی جلای فلزی از این یعنی روی از این را اکساید تشکیل داده و بالاخره توسط قطع کردن جلای فلزیش آشکار شد که بالاخره اگر این باز به حال خود در هوای آزاد گذاشته شود، امرای اکسیژن تعامل کرده بالاخره اکساید تشکیل میده، همین جلای فلزیش چی میشه؟ از بین میره. از این سبب که این سودیم فلز فعال است، ما این را چی میکنیم؟ در بوتل هایی که دارای تیل باشه ما این را نگهداری میکنیم. یعنی گفتیم که وقتی که سودیم امرای اکسیژن تعامل کنه، در نتیجه اکساید سودیم که سودیم اکساید است تشکیل میکنه. خب این خودش چی است؟ سودیم است و یا اکسیژن و مرکبی که تشکیل شده چی است؟ سودیم اکساید است. سودیم اکساید. یعنی ما گفتیم که تعامل مواد با اکسیژن چی میگن؟ این اکسیده میگن، اکسیدیشن میگن. باز ما اکسیدیشن رو گفتیم دو قسم اکسیدیشن داریم که یک اکسیدیشن ضعیف است و دیگه شم قوی. پس ای از جمله اکسیدیشن های ضعیف است که در نتیجه از اکسیدیشن یعنی حرارت و انرژی تولید نمیشه، اگر میشم چی است؟ کمتر است. خب ایام یک نوع تعامل بود که تعامل فلز با اکسیژن هوا بود. خب ما دیگه یک تجربه دیگر ما انجام میتیم که در اثر از تعامل ما میبینیم که احتراق صورت میگیره. چی صورت میگیره؟ احتراق که در اثر اکسیدیشن قوی
چی است؟ مواد میسوزه و در نتیجه انرژی و حرارت تولید میکنه. خب در این تجربه کدام وسایل ضرورت است؟ یک ما میگیم که چی است؟ کتالی کاشی. کتالی کاشی هاون قاشق گیرنده مواد پتاشیم پرمنگنید گلیسرین و همچنان دراپر یا قطره‌چکان پلاستیکی. خب شاگردان عزیز، ابتدا یک مقدار پتاشیم پرمنگنیت توسط قاشق گیرنده مواد گرفته و در داخل آون می اندازیم. و توسط دسته آون ما اینمی پتاشیم پرمنگنیت می ساییم تا به ذرات کوچکتر تبدیل شود. یعنی هر قدره که ذرات از پتاشیم پرمنگنیت خرد شود به مو اندازه سرعت تعاملات بیشتر می باشد. خب پس مواد یعنی پتاشیم پرمنگنیت ما توسط آون یعنی ذراتش کوچک ساختیم، بعداً در داخل کتالی کاشی ایره چی میکنیم؟ مندازیم. خب شاگردان عزیز، وقتی که ما در داخل کتالی کاشی پتاشیم پرمنگنیت انداختیم، باز توسط دراپر یا قطره‌چکان پلاستیکی چند قطره گلیسرین بالای ازی چی میکنیم؟ بالای ازی علاوه میکنیم. بالای چی؟ بالای پتاشیم پرمنگنیت که توسط آون ما این به ذرات خردتر تبدیل ساختیم علاوه میکنیم. ببینیم که تعاملات چه رقم صورت میگیره و چی تولید میشه. این با شما بچه‌ها خود میبینین که روشنایی و حرارت ازی با شما خودتان میبینین که تولید میشه. یعنی هر قدر که ذرات کوچکتر باشه با اون ترتیب نتیجه کار ما خوبتر است. شاگردان ببینید، شاگردان عزیز ببینید که تعاملات صورت گرفته. چی تولید شد؟ حرارت و انرژی تولید شد. پس اینی تعامل ما چی میگیم؟ تعامل احتراقی میگیم که در اثر تعامل کیمیاوی پتاشیم پرمنگنیت و گلیسرین چی شد؟ صورت گرفت. یعنی تعاملات وقتی که صورت میگیره در نتیجه چی تولید میشه؟ انرژی و حرارت تولید میشه. یعنی وقتی که ما چیره پتاشیم پرمنگنیت همراه گلیسرین
ساختمان مشاری نشر کنم تا شما بدانید. گلیسرین از گلیسرین و یا پوتاشیم پوتاشیم پر منگانیت پر منگانیت پر منگانیت که در نتیجه تعامل پوتاشیم پر منگانیت و گلیسرین که شما دیدین که احتراق صورت گرفت، یعنی در اثر تعاملات هر دوی ازی چی به میان آمد؟ در داخل ازی که باقی مانده، یعنی پوتاشیم منگانیت منگانیز دای اکساید و همچنان کاربن دای اکساید، آب و انرژی. کاربن دای اکساید و بخارات آبش به شکل گازات خارج شد و انرژیش هم شما دیدین، امو روشنایی و حرارتی که ما شما او را دیدیم، اونمو چی است؟ انرژی و حرارتش است. یعنی ما شما گفتیم که در اثر تعاملات کیمیاوی که بین پتاشیم پرمنگانیت و گلیسرین صورت گرفت چی به میان آمد؟ پتاشیم منگانیت پتاشیم منگانیت منگانیز دای اکساید دای اکساید کاربن دای اکساید آب و انرژی. خب شاگردان عزیز، یعنی درس امروز ما تعاملات احتراقی بود که ما شما در تعاملات احتراقی گفتیم عمل متقابل مواد ساده یا مغلق با اکسیژن که همیشه با آزاد شدن انرژی و حرارت صورت میگیره، یعنی صورت گرفته این نوع تعاملات را تعاملات احتراقی گویم. و همچنان ما شما در مورد تعاملات احتراقی ما یک تجربه بود که انجام دادیم و شما خودتان مشاهده کردین که در نتیجه چی تولید شد. شما خودتان عملا دیدین که انرژی چی شد؟ تولید شد در اثر تعامل چی؟ در اثر تعامل پتاشیم پرمنگانیت و گلیسرین. و اینمی انرژی که شما دیدین اینا دیدیم که چی شد؟ تولید شد. خب شاگردان عزیز، در این قسمت ما یک کار خانگی داریم که او کار خانگی را برای شما روی تخته نوشته کرده و او را شما روز بعدی با خود داشته باشید. تعامل احتراقی را با یک مثال کیمیاوی واضح سازه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می‌سپارم. خدا حافظ. تشکر. استودیوتان.